بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز، به جلسه چهارم مضمون سنجش مصارف یا کاست اکاونتینگ خوش آمدید. موضوع امروز ما راجع به پرداخت یا داد پول، مخارج و مصارف که یا با هم چی تفاوت داره. پرداخت، مخارج و مصارف که سه اصطلاح که در کاست اکاونتینگ یا سنجش مصرف استعمال می شود. سنجش مصارف یا کاست اکاونتینگ از ریکارد کردن و ثبت کردن و همچنان ارزیابی کردن مصارف بحث می کنند و برای منیجمنت معلومات در اختیار منیجمنت قرار داد. پس به این دلیل، به این خاطر باید تمام فرق پرداخت، مخارج و مصارف شناسایی کرده بتانیم. پس موضوع امروز ما مثل موضوع است که پرداخت، مخارج و مصارف است. حال پرداخت ها تمام اوتفلو و تمام پرداخت پولی، تمام خروج پول از یک تصدی می باشد. پرداخت ها تمام تادیات پولی که در یک دوره مالی به صورت کتبی یا نقدی صورت می گیرد. به این مفهوم که در پرداخت ها تمام اوتفلو ما شامل است که در این اوتفلو چی کتبی باشه یا می جریان پولی به طرف جریان پولی به خارج تصدی و ما انفلو داریم که جریان پولی به داخل تصدی. این از جریان پولی به خارج تصدی و یا جریان پولی به داخل تصدی. پس پرداخت ها تمام جریان پولی، تمام اوتفلو یا جریان پولی را نشان می دهد که به خارج تصدی جریان پیدا می کند یا اوتفلو را نشان می دهد. در یک دوره مالی چی کتبی باشد چی نقدی باشه. مثلا بعضی اوراق بهادار است که اسناد کتبی، اسناد بازارهای مالی و پولی، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اسهام و غیره. پس تمامشان که از در یک دوره مالی، در یک دوره معین از تصدی خارج میشه، از تصدی بیرون میشه، پس این را ما پرداخت ها میگیم. که در اینجا شرط پرداخت فقط همون خروج پول است، دیگر کدام برای خود اصول خاص نداره. و موضوع دیگه مخارج است که پرداخت های یک دوره که تاثیرات نتیجوی داشته باشه. در اینجا مخارج خودش پرداخت ها است، اما پرداخت هایی که نتایج پرداخت هایی که تاثیرات نتیجوی یا تاثیرات اقتصادی داشته باشه که در آینده به تصدی مفید باشه. مثلا وقتی که ما یک ماشین خریداری میکنیم، ماشین را میخریم، پس این در آینده در تولید و همچنان در تولید اجناس و خدمت و یا در پروسه تولیدی کمپانی یا تصدی را کمک میکنه که تاثیرات نتیجوی را در زمان آینده خود داره. اما پرداخت ها در اینجا تاثیر نتیجوی در نظر گرفته نمیشه، فقط مو اوتفلو یا مو جریان پولی از خارج تصدی را بحث میکنه. دیگر مصارف است که ارزش پولی عوامل تولید برای تولید جنس و یا خدمت است که در پروسه تولیدی به منظور تولید استفاده می شود. پس در مصارف تمام ارزش پولی عوامل تولید که عوامل تولید ما عوامل تولید کار داریم، زمین است، سرمایه و انترپرنرشیپ یا به اصطلاح کارآفرینی یا انترپرنر است، کارآفرینان است. پس این عوامل تولید که چقدر ارزش پولی عوامل تولید است برای یک جنس یا خدمت که تولید میشه، یک جنسی که ارائه میشه، یک جنسی که تولید میشه و یک خدمت که ارائه میشه که در یک دوره خاص چقدر مصرف سر شده و ارزش پولی یا عوامل تولید که در اینجا کار برده چه انداز است. پس ارزش پولی عوامل تولید برای تولید جنس و یا خدمت است که در پروسه تولیدی و منظور تولید استفاده میشه. و دیگر درجه فرق اصطلاحات
سی اصطلاح پرداخت ها مخارج و مصارف به خوبی از این فرمولا از این رابطه های خود ما پیدا کرده میتونیم که در اینجا پرداخت های مجموعی ما مساوی به پرداخت های که مخارج است جمع پرداخت های که مخارج نیست. پرداخت های مجموعی ما مساوی میشه به پرداخت هایی که مخارج است جمع پرداخت هایی که مخارج نیست. یعنی به این مفهوم که در پرداخت ها ما گفتیم که بدون قید شرط تمام آوتفلو یا تمام جریان پولی را به خارج تصدی نشان دهد، که در اینجا پرداخت های مجموعی مواصمه به پرداخت هایی که مخارج است جمع پرداخت هایی که مخارج نیست. به این مفهوم که پرداخت هایی که مخارج است، ما مثلا یک ماشین خریداری میکنیم یا یک کارگاه یا یک فکتری جدید در شرکت خود نصب میکنیم، پس این ما پرداختی که به خاطر به دست آوردن این ماشین یا این فکتری ما یک اندازه پول باید پرداخت کنیم، پس این پرداخت هایی که مخارج است و جمع پرداخت هایی که مخارج نیست. یعنی مثلا ما وقتی که مو دیون خود قرضه خود ما پرداخت میکنیم، پس این پرداخت کردن قروض یا دیون مو تاثیرات نتیجوی نداره برای آینده، اما این پرداخت صورت گرفته، پس به این معنی پرداخت های که مخارج نیست. مثالش همی بوده میتونه که مثلا ما در یک شرکت مو دیون خود یا قرضه خود پرداخت کنیم، پس پرداخت شد اما مخارج نشد. دیگر مخارج مجموعی ما مساوی میشه به مخارج مربوط به هدف جمع مخارج بی‌طرف. مخارج مجموعی ما مساوی میشه به مخارج مربوط به هدف جمع مخارج بی‌طرف. یعنی به این مفهوم که مخارج مجموعی هم دو بخش داره، که مخارج مربوط به هدف که وقتی که ما یک ماشین خریداری میکنیم یا وقتی که ما دیگر برای کمپانی تجهیزات یا وسایل میخریم، پس این به خاطر هدف صورت میگیره، این مخارجی که صورت میگیره. اما بعضی مخارج بی‌طرف در تصدی وجود داره که در پروسه تولیدی کمک نمیکنه و هدف تصدی هم نمیباشه که پروسه تولیدی ما و یا به اصطلاح در پروسه تولیدی ما در سرعتش در جریانش کمک کنه. که این از مثال مخارج بی‌طرف عبارت از مثلا تصدی یا شرکت برای سازمان های غیر انتفاعی یا سازمان های خیریه کمک میکنه، یا با پروژه های عامل منفعه را تمویل میکنه، کمک ها برای رفاه جامعه. پس تمامشون مخارج بی هدف است یا بی طرف است، که درجه هدف تولیدی نداره، هدف اقتصادی نداره، برای تصدی در تولید در پروسه تولیدی کمک نمیکنه، اما این مخارج میباشه. و دیگر مصارف مجموعی که مصارف اساسی است و مصارف برآوردی است. مصارف مجموعی مساوی به مصارف اساسی جمع مصارف برآوردی. پس در مصارف مجموعی ما میگیم که در از این سه فرمول با آسانی میشه که به اصطلاح مو تفاوت این سه اصطلاح که مخارج پرداخت ها و مخارج و مصارف است، از این سه فرمول به وضاحت توضیح میشه و واضح میشه که مصارف مجموعی در اینجا مصارف اساسی جمع مصارف برآوردی. پس در اینجا مصارف مجموعی ما مصارف اساسی که برای تولید یک جنس عملا در شرکت در کمپانی پرداخت میشه و او ضروری میباشه، عوامل تولید ما میخریم و همچنان مواد خام دیگر مسائل، پس
این به خاطر پروسه تولیدی مهم باشه. اما بعضی وقت مصارف برای پروسه تولیدی اهمیت داره، در پروسه تولیدی کمک میکنه، اما این مصارف در جمله مخارج نمیه. یعنی به طور مثال و همچنان در جمله پرداخت هم شامل نمیشه. وقتی که یک مالک یک شرکت، مالک یک تصدی، خودش رهبری تصدی را و عموم مدیریت تصدی را پیش میبره، در اینجا برای خود کداماش خاص خود، کداماش کدام امتیاز در نظر نمیگیره و این را عملا در کمپانی پرداخت نمیشه، قابل پرداخت نمیباشه، برای خود ماش تعیین نمیکنه، پرداخت نمیشه. پس نه شامل پرداخت شد و نه شامل مخارج شد. پس در جایی در جمله مصارف برآوردی یا مصارف فرصتی که میگه در اقتصاد opportunity cost، پس در این مصارف، این مصارف برآوردی شامل شد و در وقتی که قیمت تمام شد برآورد میشه. پس مالک شرکت، مالک کمپانی تمام ماش خود در نظر میگیره و در برآورد کردن قیمت تمام شد یا در سنجش قیمت تمام شد این را محاسبه میکنه، اما عملا این پرداخت نمیشه و قابل پرداخت نمیباشه، که به این خاطر این سه اصطلاح با آسانی درجه تفاوت یا فرقشه ما پیدا کرده میتونیم. دیگر مصارف اساسی است که مساوی به مخارج مربوط به هدف میشه. مصارف اساسی مساوی به مخارج مربوط به هدف است. در اینجا مصارف اساسی که مساوی از این رابطه مخارج، مساوی به مخارج مربوط به هدف است، به این مفهوم که در اینجا مصارف اساسی در کمپانی که برای تولید یک جنس، برای ارائه یک خدمت، آماده ساختن یک خدمت در کمپانی یا شرکت محاسبه میشه، پس در اینجا ای تمام مصارف اساسی که در به خاطر از این پرداخت ها صورت میگیره، به خاطر از این مخارج صورت میگیره، پس این تمامشان شامل مخارج مربوط به هدف میباشه. یعنی مخارج مصارف اساسی مساوی به مخارج به مخارج مربوط به هدف میشه. و در اینجا دیگر رابطه ما داریم که مخارج که پرداخت است و مساوی به مخارج پرداخت هایی که مخارج است، مخارجی که پرداخت است این مساوی به مساوی به مخارجی که پرداخت هایی که مخارج است. یعنی به این مفهوم که مخارجی که پرداخت است، مثلا ما یک ماشین جدید نصب میکنیم میخریم، یا دیگر مخارج یا دیگر پرداخت هایی که به خاطر هدف صورت میگیره، پس این مساوی میشه به پرداخت هایی که مخارج است، که در این رابطه پرداخت های مجموع ما پرداخت هایی که مخارج است جمع پرداخت هایی که مخارج نیست، که این رابطه را صدق میکنه که مخارجی که پرداخت است، مثلا ما یک ماشین جدید می خریم، پس عملا بر از این پرداخت میکنیم و پرداخت هایی که مخارج است، پس همین پرداخت ما که ما میکنیم، پس یا خودش هم چه خودش چه است مخارج است و این شامل مخارج شده میتونه. اما در رابطه دیگه که مخارجی که پرداخت نیست خلاف یا غیر مساوی است، مساوی نیست با پرداخت هایی که مخارج نیست. مخارجی که پرداخت نیست این مساوی نیست با پرداخت هایی که مخارج نیست. یعنی به این مفهوم مخارجی که پرداخت نیست، ما پیشتر هم مثال دادیم راجع به پرداخت ها و مخارج، پرداخت هایی که مخارج نیست، مثلا ما قرض خود پرداخت میکنیم، پس
پرداخت شد، دیون خود دیون کمپانی را که پرداخت میکنه این پرداخت شد، اما این مخارج نشد. پس به این شکل تمام مخارجی که پرداخت نیست یا مساوی با پرداخت هایی که مخارج نیست، پس در این رابطه مخارجی که پرداخت است مساوی با پرداخت هایی که مخارج است، اما برعکس مخارجی که پرداخت نیست این مساوی نیست با پرداخت هایی که مخارج نیست. و همچنان تمام مصارف این مساوی نمی باشه با مصارف بی‌طرف. یعنی به این مفهوم که مصارفی که در برای برآورد قیمت تمام شده یک جنس محاسبه میشه، برای قیمت تمام شده ارائه یک خدمت انجام میشه، پس این مصارف مساوی با مصارف بی‌طرف نیست. پیشتر مصارف بی‌طرف ما مثال دادیم که این مصارف بی‌طرف یا مخارج بی‌طرف که به خاطر کمک‌های عامل منفعه یا کمک‌های خیریه یا پروژه های در سهمگیری در پروژه های خیریه که از طرف شرکت صورت میگیره، پس این در قیمت تمام شده جنس محاسبه نمیشه. پس به این خاطر ما گفتم میتونیم که مصارف مساوی نیست به مخارجی که پرداخت است. در اینجا ما مثال در نظر میگیریم که مثالش فرض کنین پس راجع به این تفاوت فرق بین پرداخت ها، مخارج و مصارف ما میتونیم یک مثال در نظر بگیریم که این مثال راجع به فرض کنیم که در یک کمپانی یا در یک شرکت در یک دوره تولیدی مصارف مجموعی مثلا هست 40,000 افغانی. مصارف مجموعی 40,000 افغانی و در عین حال مصارف برآوردی 30,000 برآوردی مساوی به 30,000 افغانی و پرداختی که مخارج نیست، پرداختی که مخارج نیست مساوی میشه به 5,000 افغانی و مخارجی که پرداخت نیست، مخارجی که پرداخت نیست این مساوی میشه به 1,500 افغانی. 1,500 افغانی و مخارج بی طرف 3,500. مخارج بی طرف 3,500 افغانی می باشه. در این صورت مخارج مجموعی و پرداخت های مجموعی تصدی را محاسبه کنید که در اینجا چیزایی که از ما خواسته مخارج مجموعی و دیگر و پرداخت های مجموعی، پرداخت های مجموعی مساوی به چند میشه؟ پس اول ما مخارج مجموعی را میتونیم که پیدا کنیم که مخارج مجموعی ما مساوی به مخارج مصارف اساسی جمع مصارف برآوردی. مخارج مجموعی مساوی به مصارف اساسی جمع برآوردی است
و همچنان مصارف برآورده ما مصارف مخارج مجموعی ما مساوی می شود مصارف یا مخارج مربوط به هدف و مخارج مربوط به مخارج بی‌طرف. پس درجه مخارج مجموعی ما مساوی می شود مخارج بی‌طرف چند است؟ 3500 افغانی جمع مخارج بی‌طرف یا که مخارج بی‌طرف ما همو پر مصارفی است که پرداختهای است که مخارج نیست. پس چند میشه؟ 5000 جمع که پیدا کردن مخارج مجموعی و پرداختهای مجموعی را انشاءالله در ویدیو بعدی بحث میکنیم و در این ساعت درسی یا در این جلسه انشاءالله از پشتم مرخص میشیم و خداحافظی میکنیم و در جلسه بعدی انشاءالله این مثال عملا کار میکنیم. خداحافظ.